به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان امیدوارم هر کجایی که هستید و برنامه خودتان یعنی مکتب حاضر را نگاه میکنید جور سالم و صحتمند باشید با مضمون فیزیک سنف هفتم در خدمت شما عزیزان هستیم در جلسه قبل چی مطالبی را یاد گرفتیم ما در جلسه قبل یاد گرفتیم که اگر ما قصد داشته باشیم که قوه های وارد بر یک جسم حالا این قوه ها میتونه فشاری باشه یا کششی باشه را. اندازه گیری کنیم به یک وسیله یک دستگاه نیازمندیم او وسیله اسمش چی بود؟ قوه سنج دیگه سعی شد؟ بعد گفتیم چون قوه سنج هایی که ساده هستن از فنر استفاده میشه در ساخت اینها ما نیاز داریم که یک قانونی را در فیزیک بدانیم به نام قانون هوک خب قانون هوک چی میگفت؟ شما برای ما بگید قانون حکم چی بود؟ قانون حکم میگفت که اندازه ای کشیدگی یا فشردگی یک فنر با قوه وارد بر فنر متناسبه به چه معنا؟ به این معنا که اگر شما قوه را دو برابر کنید کشیدگی فنر هم دو برابر می دیگه سعیسته؟ خب یک مثال با هم دیگه حل کنیم یادآوری شود بر قانون حکم که یک قانون بسیار مهمه و در سنفای بعد ما از این قانون استفاده هم می کنیم. خب به تخت سیان نگاه کنید فرض کنید که ما یک فنر داریم این فنر ما هسته به این فنر قوه F مساوی با 20 نیوتن وارد شده و فنر ما به اندازه فرض کنید دو سانتی متر کش شده خب حالا اگر ما قوه را زیاد کنیم مثلا قوه را برسانیم به 40 نیوتن کشیدگی فنر چه اتفاق میفته؟ چقدر تغییر میکنه؟ خب اینجاست که ما یاد قانون حکم میفتیم قانون حکم میگفت که کشیدگی یا فشردگی فنر با قوه وارد برازه متناسبه قوه رو نگاه میکنیم 20 نیوتن شده 40 نیوتن یعنی ضرب در دو شده دو برابر شده است؟ پس اتفاقی که میفته کشیدگی فنر هم دو برابر میشه پس اگه دو هم شما ضرب در دو کنید برابر با چهار متر میشه ایش از قانون که ما در جلسه قبل یاد گرفتیم خب از عزیز فصل دوم دو ما با موضوع قوه و تأثیرات قوه خلاص شد میریم وارد فصل سوم میشیم در جلسه پنجم با موضوع کار، انرژی و توان یک فصل بسیار بسیار جالب در جلسه اول قصد داریم که اولا کار از لحاظ فیزیک تعریف کنیم که در... کار در فیزیک به چی معنا و مفهوم هستن شاید وقتی که از کار ما صحبت میکنیم شما کار کردن در ذهنتان تدایی شود بگین که فلان شخص نجار است فلان شخص مثلا انجینیر است سیسته شما یک شغلی در ذهنتان تدایی شود اما تعریف کار در فیزیک کاملا متفاوته که ما در جلسه بازو آشنا میشیم در ادامه با وزن آشنا میشیم وزن یاد میگیریم که وزن به چی معنا و مفهوم هسته و شما تفاوت وزن و کتله باید یاد بگیرید فصل سوم ما با عنوان کار انرژی و توان بیان شده یعنی ما سه تا مفهوم قرار یاد بگیریم کار انرژی و توان در جلسه پنجم قرار داریم فصل سوم شروع میکنیم شاگرد عزیز دو تا موضوع رو می‌خوایم یاد بگیریم اول تعریف کار در فیزیک چون که وقتی ما از کار صحبت میکنیم شاید در ذهن شما شغل تدایی شوه مثلا فلان کس نجار فلان کس انجینیر فلان کس خیاط هست سیست این در ذهن شما تدایی میشه اما در فیزیک مفهوم کار کلا متفاوته و ما این مفهوم امروز یاد میگیریم در ادامه وزن تعریف میکنیم ما باید یاد بگیریم که وزن با کتله با همدیگه متفاوت هستند. پس اگر سوالی دارید شاگردای عزیز در رابطه با ای درس درس جلسات قبل به شماره 2964 780 255 -413 برای ما روان کنید اگر آماده هستید بریم با انرژی هرچی تمامتر فصل سوم کار انرژی و توان شروع کنیم پس با ما همراه باشید اگر به داشته باشید ما در جلسه قبل یعنی فصل قبلی در رابطه با قوه و تاثیرات قوه صحبت کردیم قوه چی بود تعریفش تاثیر دو جسم بر یکدیگر یکی از تأثیراتی که قوه داشت چی بود باعث می شد که جسم ما به حرکت در بیاید تغییر مکان بده طبقه تعریفی که کردیم کار در فیزیک تعریف می کنیم کار در فیزیک به چی معنا و مفهومه خوب تا بگیر میگیم که اگر ما به یک جسم قوه وارد کردیم و این جسم ما در جهت قوه تغییر مکان داد میگیم که کار انجام شده پس حواست باشه اگر شما بر یک جسم قوه وارد کردی ولی جسم تغییر مکان نداد میگیم که در از لحاظ فیزیک کاری انجام نگرفته خب به تصاویر نگاه کنید تصویر اول میبینید یک شخص یک تناب دور درخت بسته کده و درخت کش میکنه طرف خودش هرچی قوه را زیاد میکنه اما درخت تغییر مکان نمیده در این حالت میگیم چون تغییر مکانی انجام نگرفته هرچند که قوه زیادی وارد شده ولی کاری از لحاظ فیزیک انجام نمیگیره پس میگیم اینجا کاری انجام نشده کاری انجام شده برابر با صفره اما تصویر دوم میبینید یک شخص میبینید که بر یک بکس قوه وارد میکنه این بکس تله میکنه و بر اثر این قوهی که وارد میکنه در جهت قوه بکس تغییر مکان داد پس میگیم اینجا کار انجام گرفته سعیسته؟ پس یادت باشه حتما وقتی قوه وارد میشه باید جسم تغییر مکان بده که ما بگیم کار انجام گرفته خب یک سوال با هم ببینیم میگه در کدام یک از موارد زیر محمد از لحاظ فیزیکی کاری انجام داده سه تا کار رو گفته اول گفته کار محمد تولید لباس های مردانه ها. خب وقتی فکر میکنیم این شغل محمده یا با تعریف ما از لحاظ فیزیک همخانی نداره دیگه ما گفتیم تعریف کار در فیزیک یعنی ما به جسم قوه وارد کنیم جسم تغییر مکان بده پس اینجا میگیم کاری از لحاظ فیزیک انجام نشده هرچند که شغل محمد باشه در قسمت دوم گفته محمد یک وزنه 15 کیلوگرمی را از زینه ها بالا میبره خب وقتی فکر میکنیم محمد برای بالا بردن یه وزنه قوه باید وارد کنه و همچنین این وزنه هم که از اینها بالا میره تغییر مکان میده در راستای عمود دیگه سعیسته؟ پس اینجا تعریفش با فیزیک همخانی داره پس اینجا محمد از لحاظ فیزیک کار انجام داده بعدی رو ببینیم گفته محمد برنامه آموزشی نگاه میکنه برنامه مکتب حادی رو داره نگاه میکنه خب آیا اینجا کاری انجام گرفته؟ مثلا در این حالت که محمد در حال نگاه کردن برنامه آموزشی خودش هست مادرش بهش میگه که شما فلان کار محمد جان انجام بده محمد میگه من, کار دارم درسته اینجا محمد از واژه کار استفاده میکنه میگه من کار دارم یعنی نگاه کردن برنامه آموزشی را صرفا یک کار برای خودش تلقی میکنه اما باز هم تعریفش با فیزیک همخوانی، نداره و از لحاظ فیزیکی اینجا محمد کاری انجام نداده پس شما شاگردای عزیز با مفهوم کار کلا آشنا شدید خب اگر قصد داشته باشیم که کار محاسبه کنیم دیگه چرا چون کار کمیت دیگه ما باید بتونیم میره محاسبه کنیم چی کار میکنیم می فرمولش یه قوه ضرب در تغییر مکان خب رو روی تخت سیاه نگاه کنید با همدیگه بیشتر تشریح کنیم خب شاید عزیز گفتیم که کار به این صورت محاسبه میشه میشه قوه وارد بر جسم ضرب در تغییر مکان دیگه خب حالا میخوایم برای اینا یک نماد بذاریم میگیم کار ما با دابلیو نمایش میدیم کی برابر با کار میشن صحیح قوه هم که یاد گرفتیم در جلسات قبل با چی نمادی نشان میدادیم آفرین بر شما با f نمایش میدادیم ضرب در تغییر مکان هم که یادتان هست دیگه با دی نمایش میدادیم پس قوه با اف تغییر مکان هم با دی پس یک فرمول ما تا استخراج کنیم دابلی و مسایی با اف ضرب در دی خب این شد فرمول محاسبه کار F قوه واحدش چی بود؟ کی میتونم بگه واحد اندازگیری قوه چی بود؟ آفرین بر شما نیوتن بود دیگه سایسته؟ واحد اندازگیر تغییر مکانم که متره دیگه همه میدونن پس میشه نیوتن در متر پس واحد اندازگیری کار میشه نیوتن در متر که این ما برابر با جول میگیریم سایسته؟ پس از این به بعد واحد اندازگیری کار چی میشه؟ جول میشه سعیسته؟ خب حالا در بعضی از مسائل که البته ما در سنف های بعد بازی سر کار داریم اگر قوه را با یک واحد دیگه نمایش دادن در جلسه قبل گفتیم قوه یک واحد دیگه هم داره واحدش چی بود؟ واحدش داین بود دیگه سعیسته؟ پس اگر قوه را به شما با واحد داین نمایش دادن و تغییر مکانم با واحد سانتی برای شما نمایش دادن اینجا یک واحد جدیدی استخراج میشه میگیم که اگر ما داینه ضرب در سانتی کنیم یک واحدی بنامه ارگ استخراج میشه پس ما اینجا شایده عزیز دو تا واحد اندازه‌گیری برای کار گفتیم یکی ژول که اکثر اوقات از هم ژول استفاده میکنیم و یکی هم چیه یکم واحد ارگ است صحیح شد بس ما فرمول کار با همدیگه یاد گرفتیم بریم با همدیگه دیگه چند تا مثال در قسمت حل کنیم تا تسلط کامل و از این کمیت پیدا کنیم خب از این سوال با همدیگه دیگه بخوانیم گفته که بر جسمی به کتله 5 اشاری 6 کیلوگرم قوه افقی 14 2 نیوتن وارد میشه و جسم ما در امتداد افقی به اندازه ده متر تغییر محل میده کار قوه وارد شده چند جوله خب این سوال با هم دیگه روی تخت سیاه حل کنیم ببینیم که چه قسمی حل میشه خب برای حل این سوال شاگرد عزیز یک شکل رسم کنیم یاد بگیرید برای حل مسائل در فیزیک شکل رسم کنید که خیلی به حل مسئله به شما کمک میکنه خب یک شکل ساده رسم میکنیم میگیم که فرض کنید این جسم مایه کتله جسم به ما داده 5 اشاریه 6 کیلوگرم خب قوه افقی 14 اشاریه نیوتن وارد میشه F مساوی با 14 نیوتن بر اثر این قوه که وارد میشه جسم در امتداد افقی 10 متر تغییر محل میده پس دیرم به ما داده ده متر اطلاعات مسئله شامل چی هسته کتله رو داده قوه رو داده و تغییر محل رو داده ما فرمول می می گیم فرمول چی بود W مسایب با F ضرب در B سعیسته؟ خب حالا در این فرمول که نگاه میکنیم فقط به F یعنی قوه نیاز داریم و دی تغییر محل کتله جسم اضافه یه در خیلی از مسائل ممکنه اطلاعاتی که در اون مسائل به ما میده به درد ما نخوره ما فقط باید فرمول بنویسیم طبق فارمول اطلاعاتی که لازم داریم استفاده کنیم خب الان مسائل میشه با اف به ما داده 14 اشاریه دو نیوتن ضرب در دی تغییر محل برابر با ده متره که شما اگر ضرب انجام بدین برابر با 140 چهلو دو نیوتن میشه 142 ژول میشه دیگه. صحیح است؟ شد از حل این سوال سوال بعدی رو با هم دیگه ببینیم. گفته بر جسمی به کتیله 500 کیلوگرم قوه های 100 نیوتن و 220 نیوتن به صورت همزمان وارد میشن. دو تا قوه وارد شده جسم موارد نظر در جای خود ساکن میماند کار قوه های وارد شده چند جول است خوب فکر کنید در رابطه با این سوال یک دور دیگه سوال بخوانید به شما وقت میدیم کتله جسم داده دو تا قوه داده 100 نیوتن و 220 نیوتن اینا همزمان وارد شدن خب ولی در ادامه سوال اگه خوب نگاه کنید گفته جسم مورد نظر در جای خودش ساکن میمانه کار چی میشه؟ آفرین بر شما کار برابر با صفر میشه دیگه حواستان به نکته های این در سوالات باشه طبق تعریفی که ما از کار دادیم گفتیم وقتی قوه وارد میشه جسم با تغییر مکان میده اینجا چون تغییر مکانی صورت نگرفته پس کار قوه های وارد چیده برابر با صفر آفرین بر شما که حواستان با این نکته ها در سوالات هست سوال بعدی رو ببینیم گفته مطابق شکل قوه ثابت F مساوی با C نیوتن جسمی به کتله 6 کیلوگرم را روی سطح افقی حرکت میدهد. اگر جسم یک اشاره هشت متر تغییر مکان دهد کار قوه F را گفته حساب کنید. هم کشیده که ما این شکل دوباره برای شما رسم میکنیم و با هم دیگه سوال حل میکنیم و تخت سیاه نگاه کنید خب شکل رسم میکنیم یک جسم داریم کتله جسم به ما داده 6 کیلوگرم قوه ثابت سی نیوتن وارد میشه جسم ما یک اشاره هشت تغییر مکان میده پس دیرم به ما داده یک 8 هشت متر سایسته؟ خب چی از ما میخواد؟ کار قوه F میخواد شاکت عزیز حواستان باشه دهی ما فقط در رابطه با کار ساده صحبت میکنیم یعنی کار قوه F چون جسم ما فقط در این راستا تغییر مکان میده اما در صنف های بعدی که ما وارد شویم ممکنه که بر یک جسم قوه های زیادی وارد شویم پس اینجا چون سوال کار قوه F خواسته ما با رسم شکل این رو میتونیم حل کنیم ما چرا شکل رسم میکنیم چون شما یاد بگیرید که برای حل مسائل فیزیک باید شکل رسم کنید در صنف های بعدی تعداد قوه ها بیشتر میشه مثلا کار قوه اف میخواد کار قوه جاذبه رو میخواد کار قوه استکاک از ما میخواد پس شما اونجا لازمه که یاد داشته باشید از قبل که برای حل مسائل حتما شرط رسم کنید خب فارمول می نویسیم. W مسایی میشه با F ضرب در D با F سی نیوتن ضرب در D ما یک اشاریه هشته یک اشاره هشت مید خب ضرب میکنیم ای صفر با ای اشاریه خد میخوره سه ضرب در هجده میشه برابر با پینجا و چهار جول میشه پس کار انجام شده برابر با پینجا و چهار جول شد اما یک اما یک بحث دیگری داریم به نام وزن شاگردای عزیز یادتان باشه که کتله چی بود مقدار ماده تشکیل دهنده یک جسم ما میگفتیم کتله جسم دیگه صحیح است قبلا یاد گرفتیم اما وزن یک جسم میشه او قوه جاذبه ای که زمین به جسم وارد میکنه پس اگر شما خواستید که وزن یک جسم محاسبه کنید باید کتله جسم ضرب در ده کنید این ده چیه این در بعدا یاد میگیرید که شتاب جاذبه زمین هستن پس شاهید عزیز به تخت نگاه کنید ما میگیم که اگر بخوایم که وزن محاسبه کنیم میگیم که وزن میشه کتله جسم ضرب در ده گفتیم این ده چیه شتاب جاذبه که مقدار دقیقش 9.8 است که ما برابر با 10 میگیریم پس شما کتله جسم هر چی بود مثلا جسم شما 5 کیلوگرمه این شما اگر ضرب در ده کنید وزن جسم محاسبه میشه که برابر با 50 نیوتن میشه شد. پس شما یاد گرفتید که وزن با کتله با همدیگه متفاوته و اینها رو ما نباید که اشتباه بگیریم طبق نکته که گفتیم شایده عزیز قوه جاذبه هم میتونه روی جسم کار انجام بده به چه صورت؟ میگیم که اگر یک جسم شما داشته باشید این جسم شما به صورت عمودی تغییر مکان داد یا رفت به سمت بالا یا آمد به سمت پایین اینجا میگیم که قوه جاذبه روی جسم کار انجام دادن است؟ خب چند تا مثال در رابطه بازی با, با همدیگه حل کنیم که با کار قوه جاذبه هم آشنا شویم سوال با همدیگه ببینیم گفته جسمی به کتله 5 کیلوگرم به اندازه 15 متر به سمت پایین می افتد. کار قوه جاذبه را دریافت کنید میریم با همدیگه دیگه سوال حل کنیم ببینیم که چه قسمی حل میشه خب شاگرد عزیز ما یه جسم داریم که کتلش 5 کیلوگرم صحیح است مثلا این جسم شما ها 5 کیلوگرم صحیح شد به اندازه 15 متر به سمت پایین می 15 متر گفته کار قوه جاذبه را حساب کنید فرمول همون فرموله چی بود فرمول کار دابلیو مساوی بود با اف ضرب در دی خب F چیه؟ F اینجا وزن جسمه سعی شد؟ چرا؟ چون داریم کار قوه جاذبه رو محاسبه میکنیم پس F چیه؟ F قوه جاذبه یه قوه جاذبه یا وزن جسم چه قسمی حساب میشد؟ کتله جسم ضرب داره؟ ده پس بجای F قرار میدیم که کتله جسم که پنج کیلوگرمه ضرب داره ده این برابر با اف ها یادتون باشه ضرب داره تغییر مکان ما چقدر؟ پانزه متر پس پانزه متر هم قرار میدیم الان ضرب انجام میدیم دیگه صحیح شد؟ خب پنج ضرب داره ده پینجا میشه خب پینجا رو اگه شما ضرب داره پانزه کنید صفر پنج ضرب داره پنج بیست و پنج دو داریم برابر با هفتصد و پینجا جول کار قوه جاذبه میشه پس حواستان باشه که ایفه اینجا ما به صورت نیرو... قوه وزن در نظر گرفتیم خب سوال بعدی رو ببینیم یک سیب به وزن یک اشار سه نیوتن از درختی به ارتفاع سه متر به زمین میفتد کار قوه جاذبه را دریافت کنید خب این سوال هم با هم دیگه حل میکنیم ببینیم که چه قسمی حل میشه و تخت سیاه نگاه کنید ما یک سب داریم سب ما وزنش به ما داده گفته وزنش یک اشاریه سه نیوتنه از درختی به ارتفاع سه متر پایین میفته پس ارتفاع به ما داده سه متر گفته کار قوه جاذبه رو دریافت کنید خب میگیم که فرمول چی بود؟ W مساوی با F ضرب در دی. کار قوه جاذبه برای میخوایم حساب کنیم F ما میشه چی میشه وزن دیگه خب اینجا وزنه که خودش داده دیگه اینجا کتله رو نداد مثل مثال قبل اینجا وزن خودش داده پس میگیم که وزنه که داده کار ما راحت کرده دیگه یک اشیاره سه ضرب در D ما هم که سه متره ضرب در سه میکنیم که برابر میشه با سه اشاریه 9 جول شد این شد کار انجام شده توسط قوه جاذبه روی سب دیگه خب سوال بعدی رو با هم دیگه ببینیم گفته که مطابق شکل قوه ثابت F مساوی با C نیوتن جسمی به کتله 6 کیلوگرم را رو رو روی سطح افقی حرکت میداد. این مثال قبلا حل کردیم اما یک تغییراتی داره اگر جسم یک 8 متر تغییر مکان میده کار قوه جاذبه را دریافت کنید روی سوال فکر کنید تا ما روی تخت سیاه سوال برای شما حل کنیم خب شکل یک بار دیگر می کشیم برای شما یک جسم داریم كت... کتل جسم داده به ما 6 کیلو گرام قوه افقی که وارد شده اف مسایه با C نیوتن و به اندازه دی مسایه با 1 اشاریه 8 متر هم تغییر مکان میده به این سمت یعنی در راستای افق کار قوه جاذبه رو خواسته خب کار قوه جاذبه رو شاگرد از چه قسمی حساب کنیم شما میبینید که جسم ما به صورت افقی تغییر مکان داده اگر ما بخوایم کار قوه جاذبه رو اینجا حساب کنیم باید جسم ما چی بشه تغییر مکان عمودی هم داشته باشه سعیسته؟ پس چون تغییر مکان عمودی اینجا نداریم میگیم که کار قوه جاذبه برابر با صفر هست دیگه سعی چرا؟ چون جسم ما در راستای حمود که حرکت نکرده به صورت افاقی حرکت کرده خب درس امروز ما شاگردای عزیز خلاص شد اما ما یک سوال با عنوان کار خانگی برای شما در نظر گرفتیم این سوال با هم دیگه بخوانیم شما سوال حل میکنید و اگر سوال دیگه هم دارید به شماره دو سفر، نو و 780 255 و و و و و برای ما روان کنید خب سوال ببینیم گفته قوه برابر با 100 نیوتن به صورت افقی بر جسمی به کتله 15 کیلوگرم وارد میشه و آن را به اندازه 5 متر در راستای افق تغییر مکان میدهد کار انجام شده را دریافت کنید قوه را داده یکصد نیوتن کتله جسمم داده تغییر مکانم داده برابر با پنج متر این سوال برای ما حل کنید و شماره دو سفت نو سد و شست و پنج برای ما روان کنید که ما ببینیم شما آیا مفهوم کار و محاسبه کار را درست یاد گرفتید یا خیر خب شاگردای عزیز درس امروز ما خلاص شد تا جلسه بعد همه شما عزیزان به الله پاک مسپاریم موفق بیروز و سربلند باشید